هر روز خبر اخراج و بیکاری شمار زیادی از کارکنان و لغو قراردادها در کشورهای مختلف شنیده می شود. در سراسر جهان بیشترین آسیب کرونا متوجه کارگران و اقشار کم درآمد شده است. در ایران هم با وجود حمایت‌های دولت و تدارک بسته‌های حمایتی هنوز کسانی هستند که از پس خرج روزانه و اجاره بهای ماهیانه‌شان بر نمی‌آیند. این مرد می‌گوید کارگر ساختمان است، سابقه جبهه دارد، مدت هاست سر کار نرفته و در حال حاضر هم جیبش خالی است. بنده ز 4 ماه خدا سر شاد بیکار، این قدم قرض قوری کرمت یه الانی از یه آقا قرض کرمت روم نمی کنم نگاهش بکنم، و فرار بکنم توی کوچه و رام عوض کنم. آیا این شرمنده ای نداره؟ آیا من که کاریگرم 4 ماه 5 ماه هم بیکارم، مستاجرم هستم، اصلا یه 100 تومانی هم تو جیبم نیست، چجوری وایسم تو خود؟ اون کسی که نشسته، اون رئیسی نشسته اونجا یه حرف نمیزنه، بیا از یه آدم های ضعیف، طبقه ضعیف از ما بپرسه، نه اونی که بوجه 20 میلیون 10 میلیون حقوق میگیره. خب بله، او با واسنه برج بوجه پول میره تو حسابش. خب من مجبوریم که بیام وایسم بر اینجا. خب من پول آب هست، پول گاز هست، پول برق هست، خرج بچم هست، خودم هست. مسئولی ما انتظارمون اینه که مثلا بیان بپرسن از طبقه ضعیف که ما هستیم، اگر واقعا مثلا پخش میکنه، اگر هم اومدی همونجوری از طبقه ضعیف همسن سالای من هم کارای من بپرسن که شماها آیا درآمدتون چیه، کار تو چیه؟ مگر ما هم جزی مملکت نیستیم؟ ما هم به مملکت خدمت کردیم، خلاصه سربازی کردیم. بنده از کردم مثلا ما همون نرفتم جبهه، 48 ساعت گرسنه موندم، الان هم آثار ترکش خونپارشه هست تو کمرم، بعد از 30 سال بچه‌م به جدا داره مثلا زج میکشه، خودم به جدا، من بچه‌ای دارم مریض، انا به خود 18 می بود برمش دکتر، یه ریالی ندارم برمش دکتر.